در حالی که موضوع غرق شدن کشتی تایتانیک همه را مفتون خود ساخته است، چند روز قبل از روز وقوع این سانحه، فیلم مشهور تایتانیک به شکل 3 بودی در تمام دنیا به معرض نمایش گذاشته شد. در شهر لاس ویگاس یک نمایشگاهی بقایای این کشتی نیز به نمایش گذاشته شده است که از کف اقیانوس به دست آمده است که در یک تکه استیل از بدنه کشتی نیز موجود است. تنها 710 تن از بیش از 2000 مسافر این کشتی نجات یافته است. در حالی که در فیلم‌های اول این واقعه به نام شب که همیشه به یاد خواهد ماند، کشتی تایتانیک به اندازه کافی کشتی‌های کوچک نجات نداشت و زنان و کودکان بیشتر آن را استفاده کردند و مسافرینی که در بخش سوم آن حضور داشتند و مردان مسافر همگی بدون کشتی باقی ماندند. پال کرزمن نواسه آقا و خانم ایزدور و آیدا استرس است که یک خانواده پولدار در طبقه اول این کشتی بودند که در آن شب پیشنهاد نجات را رد کردند. که تا زمانی که زنان مجرد و کودکان در این کشتی است، من من حیث یک مرد داخل کشتی نجات نخواهم شد. آیدا خانمش و شوهرش باقی ماند و این صحنه در فیلم به شکل خوبی به نمایش گذاشته شده است. آنها در آخرین بخش در حالی که یکدیگر را در عرشه کشتی با آغوش می کشیدند دیده می شود که یک موج بزرگ بر کشتی حائل می گردد و کشتی غرق می شود. بعد از کشف بقایای کشتی در سال 1985 نمایشگاه های مختلف از آن عکس گرفتند و اشیا نیز از آن به دست آمد. در رابطه با خاطرات این واقعه و آنهایی که زندگی خود را از دست دادند، هیچ چیز از کشتی دست نفرده است که من حیث یک شای مقدس ارزیابی گردد. آرلن ادنجر رئیس یک محل مزایده در شهر نیویورک است که 5500 شای مربوط این کشتی را فروخته است. در مدت کوتاهی این کشتی از بین خواهد رفت که دلیل بد بودن شرایط در آبهای اقیانوس آرام در شمال محل که این کشتی در آن واقع است می باشد. پس این مجموعه واقعا حاوی خاطرات کشتی تایتانیک است. ریچارد دیوینپورت هنس کتاب مسافرین تایتانیک را در مورد مسافرین این کشتی نوشت، از فقیرترین آنها تا ثروتمندترینشان، و ای می گوید که این فاجعه و دلیل این که بی‌توجهی در عرصه تکنولوژی باعث آن شد هنوز مورد توجه است. تایتانیک یک نمونه عالی این موضوع است. فکر می شد که این کشتی هرگز غرق نشود و در میان تکه های یخ و آب با سرعت زیاد و خطرناک در حال حرکت بود، چرا که مردم حس می کردند که محفوظ از خطر است. در واقعیت از بین رفتن بزرگترین کشتی آن زمان به دلیل بخش های ضعیف آن به وقوع پیوست. دانشمندان میگویند که میخهایی که بدنه کشتی را به هم وصل کرده بود خیلی ضعیف بود و طاقت ضربه را نداشت و بدنه کشتی از هم باز شد که به قوطی علبی از هم باز شده شباهت داشت. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.